خانم دکتر، تایتل بالا رو چی تحکیم دید؟ پاسخ به سوالات، پرسش و پاسخ با زیبان آورد. من پاسخ به سوال. بعد دیگه خب شما اینو میفرستید کجا که ما هم بتونیم این تو گروه، گروه میذارم که دوستان هر کس خواست در بزن. خب مرسی. خب من آمادم برای پاسخ به سوالاتتون. مرسی. من یه توضیح بدم. اول اینکه من خوش آمد بهتون بگم که به گروه ما آمدیم و خیلی خوشحالم که در جمع ما قرار گرفتیم. و دوستانی که سوال دارن به هیچ عنوان روی مایک نیان. هیچ دوستی روی مایک نمیاد و طبق عادت همیشتون فقط مایک رو باز میکنید و نوبت ها داده میشه و کسی روی صحبت خانم دکتر نمیاد به هیچ عنوان، و اگر کسی بیاد حتما سکوت میخورد. اگر کسی سوالی داره مایکشو باز کنه. مرسی. خیلی خوب، من آماده هستم. اول که دیگه هر کسی از سوالی دارد با اولین سوال بریم جلو. آقای احسان بفرمایید، شما مایکتون بازه، بفرمایید. سلام خانم دکتر، شبتون بخیر باشه. خانم دکتر یه سوالی داشتم، اینو میخواستم محبت کنید شما جواب بدید. در رابطه با اون سه تا میکروب مهم خوب روده، لکتوباسیلوس پروبیوتیک اسیدوفایلس، که درمان یبوست هم هست و اون باعث میشه که این میکروب وجودشون این دفس کامل صورت بگیره، اینه میخواستم یه محبت کنید، علمیش شرح بدید برای دوستان، یکی از این مسائل حل بشه. بعد خب دومی در رابطه با بیماری، بله بله، بیماری تشنج و ربطش به روده، که وقتی روده غذا، وقتی در جداره های روده، اون خب من فکر میکنم بذاری زخمان. همینجا قطع کنم به خاطر اینکه من نمیدونم حالا چه توضیحی در رابطه با من دادن. درست اصلا بهتره به خاطر اینکه جلوگیری کنیم از یه همچین مسائلی که تکرار بشه، شما اصلا منو زیبا صدا بکنید، زیبا ناوک. خب یا حالا زیبا هم صدا کنید کافی. من درست فارغ التحصیل از رشته پزشکی در 25 سال پیش 1375 از دانشگاه مشهد هستم، ولی من به عنوان پزشک الان کار نمی کنم، آپ تو دیت هم نیستم، الان اصلا تو این زمینه ها کار نمی کنم. و اگر سوالاتی در زمینه روان درمانی، مسائل شخصی خودتون، مسائلی که در رابطه با روح و روانتون دارید و پروبلم هایی که در زندگیتون دارید اونها رو میتونید، یا اصلا از شخص خود من که اصلا شناختی که دارید از من سوال دارید در مورد دیدگاه های من، در مورد لایوایی که دارم، در مورد نوع استایل زندگی، اینا داره پاسخگو هستم. وگرنه اصلا همین چیزایی هم که گفتی اصلا برای من مثل یه چیزیه که از دور زمان دانشگاهمون یه چیزایی شنیدم، اصلا چیز ندارم، اطلاعی ندارم. الان تو این زمینه واقعا اصلا مثل زبان انگلیسیم که اگه بخوام بگم که الان یه زمانی توی اعزام قبول شده بودیم، الان از نظر انگلیسی خوب در یه حد خیلی پایین است، یادم رفت. این جواب سوال دوستان شما فکرم متوجه شدن تو چه زمینه بپرسن الان. کاش دوباره اگر کسی سوالی داره بیام بپرسیم. یه سوال میشه دوباره بکنم خانم دکتر؟ روی مایک نیاد به هیچ وجه آقای استان، آقای علی اکبر، به هیچ وجه روی مایک نیاد. آقای ادمین، ادمینی که هستیشون، ادمین اصلا قبلا درباره من توضیح دادید یا نه؟ خانم شهلا به عنوان مالک فکر کنم توضیح داده باشه، حالا من نبودم. شهلا اگر میخوای خودتو اصلا شهلا بیا بگی که چرا منو دعوت کرد. اصلا من این گروه رو نمیشناسم، یه ذری بذارید منم آشنا بشم با این گروه. میخواید خودتون یه سری توضیحات رو بدین، بعد اگر چیزی لازم بود منم توضیح میدم. شهلا خودش نه میشه. شهلا بیاد توضیح بده اصلا برای نه چی نیست شما الان شبان نیست الان در رابطه با اینکه اصلا منو چقدر میشناسید و چه مسائل و چرا اصلا منو دعوت کردید. من چون اومدم اول خانم شیما بود، اومدم دیدم که خب اسم گروهتون
و خب به هر حال زمینه هایی هستش در زمینه های روانشناسی و روان درمانی و من جو چیزا گفتم خیلی خوب، تعدادم دیدم نزدیک 300 خورده ای بود، گفتم خیلی خوب سوالایی که دارن جواب بده. الان به هر حال در به این خاطر من اومدم، اگر صحبت شما کسایی که اصلا منو میشناسن یه سوالی دارم بگم، اگه نه که دیگه ببینیم دیگه به کجا میره. آره مایکو ببندم. آره دوستان صدات پایین شد، صدات خیلی پایین شد. آره حتما بذارید یه لحظه. خب اوکی الان نه یه بار برو بیا فکر کنم چرا اینجور شد. ضعیف نیست بچه ها برای شما کسایی که چرا برای من که خیلی ضعیف شد. دایی خانم دکتر ضعیفه. الان اوکی شد؟ الان صدات خوبه امیر جان. آره آره. خب توضیحاتو که خانم دکتر خودشو داده در مورد صحبت کنه من ببینم صداشو آیا به آره برمیگرده یا به این امیری دیگه ادمین. آره آره امیر هست. آره امیر هست. صدات اینقدر انگار از تای چاه میاد. میخوای یه بار برو فکر میکنم که شما یک بار بریم پایین، یک بار شما بریم پایین برگردیم. آره. الان صدای بقیه صدای امیر خوبه. الان. آها. نه صدای شما الان خوب شد. صدای همه خوب شد. زیبا صدای شما این خوب شد. خب صداشو. خب بفرمایید. آره. سوال بپرسم امیرو. آره آره بپرسید یک بار. سلام خانم دکتر، بریم سر اصل مطلب. برای من میخوام توضیح بدی این دو قطبی شدن تو چیز افسردگی و همین روانی اینا جریانش چیه و بعد مثلا این افسردگی شیدایی یعنی چه، برامون توضیح بدی. شما خودتون این مسئله رو دارید جان؟ شما اصلا خودتون این مسئله رو دارید؟ آره خودم دارم. خب همون خودتو تعریف کن که چه حالتی داری تا من در رابطه باهاش بگم. چه حالتهایی داری؟ تو حالتهای خودتو بگو اول. خب ایشوت. ایشون کسی که الان از شیدایی صحبت میکنه باید خودش یعنی نشانه از شیدایی رو بده دیگه، بگه. یا مثلا فرض کنید که دو قطبی، من چرا مثلا میگیم دو قطبیه؟ ما نمونه اگه میخواین که در رابطه با این صحبت بکنیم که مثلا بیماری دو قطبی چیه، یه سری حرفای صحبتای کلی بکنیم، خب شما الان برید اصلا سرچ کنید اصلا 10 برابر من مسائل خیلی بهتریه. ولی اگر طرف یکی میگه من الان این مسئله رو دارم، مشکلم اینه، من در رابطه با مشکلم چیکار کنم؟ من اون رو خانم دکتر در مورد اسکیزوفرنی ممنون میشم یه توضیح بدین و درمان قطعی داره یا موقتیه و چه دارویی به نظر شما مفیده؟ ببینید من اولا در رابطه با این مسئله شیزوفرنی اون تجربه شخصی، من هر چیزی رو که الان دارم بهتون میگم تجربه شخصی که من از درمانها و یه مراجعه کننده های خودم دارم و مواردی که در رابطه با شیزوفرنی الان اگر میخواین من مسائل مثل روانپزشکان و نمیدونم رفرنس ها اینجوری خود دکتر نه میخوام یه سوء تفاهم بین بره چون الان دقیقاً توضیح نکردن ما رو شما چه تخصصی باید در مورد با شما صحبت کنیم. پس از علم علمی با شما صحبت نکنیم، تجربی صحبت کنیم. آره ببینید اولا این که آره الان شما میخواین که من در زمین تجربه، البته 100% خب اون تحصیلاتی که داشتم روی تجربه من تاثیر گذاشته، ولی الان شما الان میخواین بهم بگین که شیزوفرنی رو چیکار بکنیم، در رابطه با چه درمانی داریم. من توی این زمینه در مورد شیزوفرنی صحبتهایی رو کردم و گفتم که توی این و تجربه های خودم رو در مورد برخورد با اینجور افراد رو میتونم به شما بگم. حالا من در مورد همین شیزوفرنی که شما بگید میگید الان من یه توضیحی بدم. این شیزوفرنی که در واقع که مهمترین مسئله‌ای که در موردش باش تفکیک میکنه از بیماری های دیگه این چیز شد هالوسینیشن
هالوسینیشن یا توهماتی که این فرد داره. یعنی این فرد با بین شخصیت خودش، شخصیت واقعی، اون چیزی که داره، اون واقعیتی رو که در اطرافش هست با اون واقعیت ذهنیش یه شکاف میافته. مثلا فرض کنید که طرف میاد مثل همین مواردی که میگه من یه نمیدونم یه شکلی رو میبینم، یه نمیدونم با یه کسی، یه موجودی اومد تو اینجا، من دارم با اون صحبت میکنم، یا بویی میشنوم، یا نمیدونم صدایی میشنوم، یا مثلا یه کسی منو لمس میکنه، با اون حسای مختلفی که پنج حسی رو که ما داریم در رابطه باهاش یک چیزهایی رو حس میکنه که در واقعیت در اون رو نمیتونه به اثبات برسونه. مثلا میگه من یک کسی رو میبینم، برای اون فرد واقعیت ذهنی داره، ولی اون مسئله برای دیگران و جامعه ما و اطرافیانش واقعیت عینی نداره. این شکافی که میفته باعث میشه این فرد بره توی زندگی درونی خودش با اون مسائل ذهنی خودش کار میکنه. مثل مثلا موردی رو که من در رابطه با یه زنی بود که از دوتا بچهش جدا کرده بودن، این مثلا همش بهم میگه بچه هاش پیششن، با اونا حرف میزن. شما وقتی به این مرحله میگوته بابا تو توهم داری، بیا داروی توهم داری و مریضی، خب کار پزشکی امروز ما در رابطه با یه همچین مسائلی چیه؟ بیسش چیه؟ بیس این مسئله تو جامعه ما روی داروه، میاد ساپرس میکنه. حالا چجوری؟ من اینها رو اصلا الان اطلاعات پزشکی در رابطه باش ندارم که چه تو هورمون هایی، چه چیزایی، چه داروهایی، حتی اسامی داروها رو نمیدونم که به اینها میدن، که در واقع این فرد ساپرس میکنه اون مسائلشو و اینکه به یه آدمی تبدیل میشه که آروم بشه، این مسائل توی این دنیا نره. حالا کاری که من میکنم و کاری که حالا به هر حال اون چیزی که من روی تجربه خودم با این افراد انجام دادم، این که واقعیت ذهنی این افراد رو به عنوان یه واقعیت میپذیرم. میگم خیلی خوب، تو الان با اون نمیدونم با یه جنی ارتباط داری، با یه دونه یه آدمی رو میبینی، یا تو فکر میکنی امام زمانی، یا تو فکر میکنی نمیدونم چقدر ما در جامعهمون کسانی رو داریم که هر روز ادعا میکنن که نمیدونم من مثلا امام زمان هستم، من فلان هستم، من نمیدونم این هستم، اون هستم. اینا رو چیکار میکنن جامعه پزشکی ما؟ ساپرس میکنه، سرکوب میکنه. وسیله سرکوبشون چیه؟ با دارو. خب من معتقدم که باید با اینها بین اون واقعیت ذهنی که این فرد داره و واقعیت عینی که ما هم تو اون واقعیت عینی هستیم، ما باید یه پل ایجاد کنیم و پل اینه که با اون فرد باش بپذیریم واقعیت ذهنی این فرد رو. کاری که من تو این رابطه میکنم. حالا اگر کسی به طور مشخص موردی رو داره، مثلا فرض کنید توی جا گروه ما یکی از خانمایی که الانم توی همین لایو چت هست یه ارتباطی داره با یه کسی، معتقده که میگه من 58 ساله که با یه جنی ارتباط دارم. خب این الان هر که وقتی که من اومدم با این فرد لایو گذاشتم توی گروهم توی اینستاگرام چیکار کردن؟ همه اومدن گفتن اینو باید بره دکتر، این باید توهم داره، این شیزوفرنیه، این فلان. الانم بره دکتر چیکار میکنه بهش؟ چیکار میکنه؟ میگه که شما بس هم اینه که بردنش بیمارستان، دوا دارو دادن، آیا کارساز بوده؟ خب من با این خانم الان تو گروه ماست، یکی از دوستان خیلی خوب ما. بله شما گفتار درمانی میکنید زیبا خانم، شما گفتار درمانی میکنید، یعنی تجویز دارو ندارید، تشخیصتون هم بیشتر در حالتی که مثلا فقط تجربیاتتون رو در اختیار بچه ها میذارید، درسته؟ ببینید اصلا این الان بخوام اسم بذارم بگم که گفتار درمانیه یا تجربه، من باشون زندگی میکنم. یکی همون از گفتار درمانی میشه. شما بالینی در بابت روانشناسی گفتم شما اسمشو بذار هر جور چیزی. نه ما نمیذاریم چیزی که، نه میخوایم شما رو بیشتر بشناسیم که در همون حوزه صحبت کنیم و سوال بچه‌ها زیاد مثلا پزشکی. ببین گفتار درمانی یه چیزیه که من رو فقط میشنم براشون حرف میزنم، ولی ما فقط گفتار درمانی نیست، زندگی. خب دارو که تجویز نمیکنید شما؟ بله. نه خب نه از شما دارو که تجویز نمیکنید، درسته؟ نه دارو تجویز نمیکنم. خب همون گفتار درمانی میشه. پس دوستان خب بچه توجه داشته باشید، من بهت بگم که چه چیزی گفتار، فقط گفتاره، درسته؟
شما اگه میخواین که شیوه من کار خودم رو تعریف کنم، خب بذاریم بگم دیگه. خب فقط مثلا گفتار اگه باشه طرف به من مراجعه میکنه، من فقط باید باش حرف بزنم. اینجوری نیست، من با افراد زندگی میکنم، کسانی که میان پیش من با من زندگی میکنن، زندگی درمانی به عنوان مراجعه. یعنی ما خانم دکتر پس ما الان بگیم اجازه بدیم، پس ما الان بگیم بچه‌ای که میخوان خوب بشن بیان با شما زندگی کنن؟ بله. مرسی. خب نفر بعد اجازه فارد. آره سوال بپرس. بعد من یه چیز رو بگم بعد قبل از که بپرسی. اینجوری که من برداشت کردم از صحبت خانم دکتر اینه که مشکلات رو باید بهشون بگین که بتونن نسبت به اون حالا مشکلی که داری حالا یا اون چیزی که میخوای بدونی رو بپرسی، با اون یعنی اونجوری بهت کمک کنه، اینکه بیای یه سوال کلی بپرسی. نه یعنی مشکل خودت رو باید بگی تا نسبت به مشکلت راهکار بهت بده. آره الان طرف بیاد میگه توضیح میخواد، شما بیا در مورد مثلا دو قطبی تعریف کن. من میگم تو مسئله خودت چیه؟ آیا تو چه مسائلی رو داری که یه موقع افسرده میشی، یه موقع های میشی، یه موقع حالت خیلی شیدایی پیدا میکنی؟ این حالت رو در رابطه با خودت بگو، وگرنه اگه میخواییم اینجا از من خیلی بهتر هستن که اصلا متخصص در این زمین ها میان فقط حرف میزنن. خب شما برید اونا رو بشنوید، ولی من با آدمای واقعی که این مسئله رو دارن باشون میخوام برخورد کنم. میگه یه زمانی من خوابم اینجوری میشه، یه زمانی نمیدونم تمرکزم اینجوری میشه، یه زمانی نمیدونم فرض کنید که من خیلی خوشحالم، یکی نمیدونم خوابم نمیبره، اون یکی میگه وسواس دارم، اون یکی دارم نمیدونم فلان، هر کدوم یه چیزی رو مطرح میکنه. خب در مورد شخص خودش ما کاربردی میریم جلو، و اون افرادی که بحثایی هم که ما میکنیم مورد، یعنی خودمون رو در واقع با خوددرمانی میریم جلو. هر کس میاد از خودش حرف میزنه. گروه های خوددرمانی که هست، من این مشکل رو دارم، من این مسئله رو دارم، و بعد هر افراد مختلف نظر میدن در رابطه با این مسئله. وگرنه اگر بخوایم یه سری کلی گویی بکنیم هستش اینا. خب در مورد این زندگی درمانی هم که براتون تو من در این رابطه زندگی درمانی ها توضیح دادم و لایوایی گذاشتم، و اینکه چقدر ماها هر حرفی، هر اعتقادی، هر مسئله، هر چیزی که من دارم، موقعی این مسئله میتونه محک خورده بشه که من اون رو در زندگی واقعیم نشون بدم، و تمام اون چیزایی رو که من دارم میگم باید بتونم خودم اون موقعی که جاندار باشه، اون جمله من موقعی جانداره که من اونو بتونم عملش کنم. پس چجوری میتونن اینو ببینه بگن ببین بفهمن؟ با زندگی با من، با زندگی با اون روابطی که ماها داریم. چرا ما تو گروهی که داریم این همه زندگی درمانی داریم؟ بیسش اینه که دور همی بذاریم بچه‌هایی که میان تو گروه همون، تو گروه ما بحث نداریم. اولا تمام افراد الان شما ببینید تو این بچه‌ای که الان اصلا نمیدونم چند نفر تو لایف هست، چقدر آدمایی اصلا عکس ندارن، چقدر آدمایی اصلا هویت ندارن، یکی نمیدونم آبه، یکی اسپه، یکی نمیدونم چیچی، یکی فلان. ما همه افرادی که میان تو گروهمون افراد واقعی هستن و میایم اونجا. بعد وقتی که اینها رو تو روابط دور هم جمع میشن، میرن با هم زندگی میکنن، میرن با هم غذا میخورن، مسافرت میرن، اینجا اونقدر مسائل پیش میاد، نسبت به اون مسائلی که پیش میاد ما میشینیم حرف میزنیم و بعد راه حل میدیم، نظر میدیم، بچه ها مشورت میکنن. این میشه زندگی درمانی. یعنی هر آنچه که ما یاد گرفتیم فقط با گفتار نیست، بلکه در زندگی واقعیمون. تو چجوری میتونی اینو توی همون یه روزی که داری میره با یه نفر دیگه ای که زندگی میکنی نشون میدی؟ از نظر مالی خودت رو نشون میدی، از نظر روابط اجتماعی نشون میدی، از نظر نظافت چگونگی، و از نظر اینکه چجوری به من مصرف گراییت نشون میدی، استایل زندگی تو نشون میدی. این میشه. وگرنه ما میشینیم الان اینجا ده بار حرفای خوب خوب میزنیم، بله در گذشته چی بود، چجوری بودی، نمیدونم بچگی رفت اونجا، بزرگی اینجوری شدی، فلان شدی. اینو همه خیلی از این کسا انجام میدن. من کارم این نیست. نفر بعدی. مرسی. مرسی. من چند نفر بچه ها دیدم مایکو باز کردن، نوبت ها رو یه بار اعلام میکنم، بعد دوستان دیگه خواهش میکنم کسی رو مایک نیاد و بذارید سوالا پرسیده بشه و پاسخ هم داده بشه. نفر اول آقای سهیل بودن، مایکشون رو باز کردن. نفر دوم خانم سارا گولی بودن. نفر سوم خانم آیسان بودن. و نفر چهارم هم
خانم ترانه، این چهار نفر میپرسن، بعد پاسخ که دادن خانم دکتر، بعدش دیگه بقیه دوستان دوباره مایک‌ها رو باز کنن. مرسی. نفر اول آقای سهیل بیاد بپرسه. بله، سلام خدمت خانم زیبا، خیلی خوشحالم که اینجا هستید. ببینید، این دغدغه آقای فرهمند منم دارم که شما در واقع منابعتون آکادمی که شخصی عرفانیه، در واقع این منبعش برای من خیلی مهمه تا بتونم سوال بعدیمو بپرسم. منبعش خودم هم. بله، خیلی ممنونم از توضیحی که دادی. ادامه صحبتتون رو گوش میکنم، حتما خدمتتون یه سوالی دارم که مرتبط با این موضوع پرسیده بشه. ممنونم. نفر بعد خانم سارا گل بفرمایید. بله، مرسی آقای امیرشی عزیز. سلام خانم زیبا، من بین حرفاتون شنیدم که سلام و احوال پرسی دیگه نکنید، هر کی میاد بالا یه سلام میکنه من استرس میگیرم. خانم زیبا، ما با به احترام به همگروهیام سلام من. بله، سلام زیبا، شما توی حرفاتون گفتین که زندگی درمانی میکنید، پس توی کلینیک روانشناسی اگر یک روانشناس روزی 20 تا مراجعه داشته باشه، باید با عین 20 نفر زندگی کنه، پس متقابلا روی زندگی شخصی خودش تأثیر میذاره. این یک که از دید من اصلا اشتباهه. زندگی کردن با مراجع از طرف روانشناس و مشاور توی بحث روانشناسی و مشاوره یک ضعف. این یک. دوما در مورد وسواس ذهنی، اصولا خانم ها میتونید به من بگید؟ این یکی از مشکلاتیه که یکی از دوستان من داره به من گفته که از شما بپرسم. خب مورد اول که گفتید، خب نظرتون رو گفتید، من شنیدم. اوکی، نظر شما برای خودتون میتونه هست دیگه، شنیدم. مورد دوم در مورد اون کسی که وسواس داره، میتونه بیاد مستقیما با خود من صحبت کنه، اون موقع بهش جواب میده. من از طریق این واسطه به اون فرد جواب نمیدم. خانم زیبا، اینجا بعضی از خانوما شبها نمیتونن صحبت کنن، همسرانشون هستن، حالا به هر دلیلی. از ماها خواهش میکنن به عنوان ادمین از مهمونمون بپرسید. من گفتم دیگه، ایشون هر موقع وقت داشت میاد مستقیما صحبت کنه، ببینم وسواس چه وسواسی داره. صد جور وسواس هست. هفته گذشته من یکی از نفری مراجعه کرده بود، میگفت من وسواسم، مثلا فرض کن که میام از خونه میخوام برم بیرون، باز دوباره میام، هی میام میگم که من که درو بسته بودم، دوباره میرم بیرون. سه بار میرم میام، چهار بار میرم میام. برای این یک موردی میگه مطمئنم که من درو قفل کردم، باز میرم کلیدم هست. یه موردی مثلا فرض کن میگه هی میرم دست خودم رو میشورم، یا مثلا فرض کن یکی میگه وسواس، هی به مثلا شوهرم داره میره میگه کجا رفت، چیکار کرد، چه جوری کرد. حالا شما یه بگریف یا مفهوم کلی رو گرفتید، الان شما دارید میگید مثل فوبیا، مثلا میگید طرف در مورد فوبیا چیکار بکنه، یا مثلا در مورد وسواس چیکار کنیم. هر کدوم از اینها ما در مورد اون فرد که میشه میبینه چه چیزی تو رو رنج میده، که اساس برخورد ما به این فرد رنجشه، اینکه چه مسائلی رو تو این رابطه داره. من باید با اون فرد صحبت بکنم، باید ببینم که خب این رنجش چیه، برای رنجش این راه کار بدم. خب خانم دکتر، من یک عارضه خیلی بدی دارم، ممنون میشم دیگه. کجا باید مراجعه کنم؟ الان میتونم بهتون بگم یا باید جایی بیا مراجعه کنم؟ این مراجعه آرزه خیلی بدی داری. خب من نمیدونم که آرزه، الان میتونم اینجا نه میگید بعد مراجعه کنم، میگم بعد مراجعه کنم حضوری با شما صحبت کنم، یا همینجا میتونم مطرح کنم؟ آها، مراجعه ای که مثلا فرض کنید که طرف میاد، الان این خانم که میگه دوستی دارم، خب نه کاری ندارم، الان کاری به خانم حالا دارم چیز بدی هم نیست، من یک آره خودم دارم در مورد خودم میگم. من آدم خیلی روکی هستم و این روک بودنه باعث شده که این مقدار دوستانم از من فاصله بگیرن. مثلا دارم با شما صحبت میکنم، معذرت میخوام، این روک بودنه خیلی برای من ایجاد یک دوگانگی شده. الان حس میکنم مثلا شما معلوماتتون در حد یک فالگیره، مثلا فال قهوه میگیرید و اومدید اینجا مثلا یک لایوی رای به راه بندازید که اینو بتونم از تو پیجتون استفاده کنید که بگید لایو هم داشتید. این روکویی من باعث شده که دوستانم از من فاصله
فاصله بگیرم و این خیلی بد شده برام. به نظر چطوری باید این حس رو کمش کنم؟ خب اولین کاری که میتونی بکنی اولا که از خودت ممنون باشه که این کار کردی. خب بله. دوم این که معذرت خواهی نکن هی وسط حرفت. هی معذرت بله. میخوام معذرت میخوام. حرفت داری میزنی دیگه. به هیت امکان دادن داری حرفتو میزن. خب سوم این که ممکنه طرف مقابلت من ناراحت بشم. من نوعی ناراحت میشم. خب ناراحتی من مال منه، مال تو که نیست که. تو نباید که خودتو سانسور کنی که حرفتو بزنی. من ناراحت شدم یه لیوان آب میخورم یا مثلا میگم نمیخوام با تو ادامه بدم. پس تو مشکلی نداری در رابطه با رو گفتنت. مشکل تو اینه که زیاد ممکنه تکرار کنی معذرت میخوام، نمیخوام شما رو ناراحت کنم و نمیخوام اینا رو نگو. اصلا ناراحت کن طرف مقابل. الان مثلا فرض کن در مورد من مثلا میگی من فکر میکنم شما در حد یه فالگیر تر. بگو آفرین بگو. گفتی دیگه خوب کاری کردی، مشکلی نداری. در واقع مشکل تو خیلی کم. خب نفر متشکرم بابت راهنماییت. خب نفر بعد خانم آیسان بود اگه اشتباه نکنم. آیسان سوال داری بپرس. خانم زیبا بله. من سوالم اینه، من رفتم یه لحظه آبم گفتم برخورم. خب آیسان بفرمایید. من سوالم اینه، من پنجشنبه ها حالم بده همیشه. هر کاری هم فکر کنی انجام دادم همیشه پنجشنبه ها حالم گرفته هست. از بچگی تا الان که 37 سالمه همیشه پنجشنبه ها دلم گرفته. اصلا هر کاری کوه رفتم، پیاده روی رفتم، هر کاری که فکرشو کنی انجام دادم اما پنجشنبه ها حالم بده. یعنی یکی میگه جمعه بده، جمعه برای من خیلی خوبه اما من پنجشنبه همین رو گفتی کافیه. یعنی پنجشنبه حالت بده، میخوای الان بفهمی برای پنجشنبه ها چیکار کنی؟ درست. خیلی خوب. امروز چند شنبه است؟ امروز یک شنبه بوده، فردا میشه دوشنبه. خب امروز رو پرسید. خب پنجشنبه به من مراجعه کن. نفر بعد. نفر بعدی ترانه بود. ترانه بیه بالا. خسته نباشین. من حدود 24 سال تو تکلم و راه رفتم مشکل دارم. بعد اینکه شما لکنت زبان دارید؟ نه اصلا ندارم. الان چرا اینجوری صحبت میکنی؟ چون استرس دارم. استرس داری؟ مشروب نخوردی؟ نه اصلا. میشه بیای بالا تو رو ببینم؟ اوکی. یه لحظه سلام. درود بر تو. اصلا انتظار نداشتم. آفرین آفرین. خب اسم ترانه است؟ بله. از کدوم شهر؟ هرمزگان. هرمزگان. خیلی خب. الان کجایی؟ رفتی روسری سر کنی؟ بیای بالا. نه. روسری سرت بود؟ من کلن حجاب دارم همیشه. آها یعنی با حجاب میخوابی؟ اگه امکان داشته باشه هم بعد. چی؟ یه ذره بلند صحبت کن. اگه راحت باشم هم بله میخوابم با حجاب. آها باشه. چند سالته؟ 35. 35؟ بله. من فکر کردم 20 سالت اینا باشه. نه نه رب. نه اصلا. خب تحصیلات؟
اول راهنمایی. اول راهنمایی. ازدواج کردی؟ نه اصلا. یعنی اصلا رابطه هم با کسی نداشتی؟ اصلا. خدا آها خیلی خیلی چنان اصلانی میگی که یعنی یه ضد ارتباط با کسی هستی اصلا. یعنی هیچ کس طرف من از تو نیاد. با خانواده زندگی میکنی؟ بله با خانواده. درآمدت از کجاست؟ از خانواده. از خانواده. بله. خب تو معلول ذهنی هستی؟ یا معلولیت داری؟ نه نه اصلا. من بیماری تشنع دارم. بعد اول راهنمایی که بودم تو تکلم و راه رفتن، تو تکلم و راه رفتن مشکل پیدا کردی؟ بله. علت؟ گفتن مخجت کوچیک شده. یک بار دیگه مخجت. آه مخجت. بله. آها. که نبود گفتن ارثی نبود. آها. کلن تمام آزمایش نوار اینا سالمه. من سالم. عالم سالمه. آزمایشات. پس چه چیزی اشکال داره؟ اعصابه. توی اعصاب. بله. آها خیلی خوب. کارت چیه؟ چیکار میکنه؟ هیچی. هیچی. یعنی من هر از گاهی شعر میگم برای خودم. یک بار دیگه تکرار کن. شعر. شعر میگم. شعر میگم. بله. بله. خب. بعد گفتی پنج تا پنج کلاس درس خوندی اول راهنمایی؟ بله اول. بله. خیلی خوب. الان من هر قرصی پزشک تجویز بکنه واسم هم تا یه ماه جواب میده. خب چه جوابی میده؟ الان قرص میخوری؟ یعنی بله. خب یک ماه چه جوابی میده؟ یعنی چه جوابی؟ واسم اوکیه. یعنی چی میشی؟ اوکی میشی؟ خوب میشم. آها. بهتر میشم. حتی تو راه رفتن حرف زدن بهتر میتونم. بعد اینکه دستات بیار اینجا بالا اینجوری اینجوری نگهت نمیتونم. باشه خوبه. خوش آمد ازت عزیزی. بعد هم نمیدونم چیکار بکنم. نمیدونی چیکار بکنم. خب غذا بلدی درست کنی؟ بله عاشق غذا درست کردن هست. بله خیلی خوب. توی خونه خواهر برادر چند تا داری؟ خواهر با خودم چهار تا، دو تا متحر، دو مجرد. دو تا خواهر داری؟ نه چهار تاییم. چهار تایی؟ بله. چهار تا خواهرید؟ بله. برادر نداری؟ چرا دو تا. ها
پس 6 نفرید. بله 6 تا. 4 تا خواهر. خواهر تا لای لای. خب چند تا تو چندمی هستی؟ من چهارمی هم. چهارم. یکی از شعراتو برای ما بخون. شعرا. آسمان آبی مه آلو بود پشت از گه میشین هم خوردم هم شما. نفهمیدم چه خوندی. میگم از یه میشین هم یعنی شما که... خب میخوای شعر برای ما بخونی یا نخونی؟ تو نمیخوای برای ما تصمیم بگیری. بگو شعرم رو میخونم یا نمیخونم. خب من اذیت شدم خودم میگم اذیت شدم بسه دیگه نخون. خب ببخشید 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 خانم دکتر ببخشید که ورود میکنم. ترانه جان عزیزم مشکل شما که در تخصص ایشون نیست. بیا پایین خودتو اذیت نکن. به نظر من بیا پایین. ببخشید دوستان چون من دارم اذیت میشم تو بالا هستی چون در تخصصش نیست. من دارم اذیت میشم ترانه جان بیا پایین عزیزم. نه من دوستم و دوست دارم و میخوام دوستم بیاد پایین. شما سرکنده شما اگر توی کار من دخالت بکنید من لفت میدم. نه بچه های لازه روی مایک نهید. آره روی مایک نهید ترانه. اگر که مشکلی نگاه به خانم دکتر مشکل یعنی روانشناسه حالا چیه یه دکتری اونجوری نداره. اگه ساره اونجوری داری بپرس اگر که نه بقیه دوستان بپرسن. خب ایشون ادمینن که میخوای بگه. ببین یه چیز بپرسم برای تو ترانه بعد اگر دوست داشت. اینستاگرام داری؟ بله دارم. خب اگر دوست داشتی میتونی بیای تو اینستاگرام من و بعد ما با هم یه لایف بذاریم در رابطه با مسائل تو صحبت بکن. خب زیبا ناوک هستم. بعد اگر همینی که الان از منو توی پی بی من بیایید من به شما اینستاگرام میتونید برید چون ادمین گفتش که دیگه سوالی ندارید برید. مرسی خوب ولی من داشتم از شعرش لذت میبردم. آسمان آبی و مه آلود. من هم میخواستم که اتفاقا این چیز ما ساعتی که میخواستم وسط ها بگم که تنها چیز تا اینجایی که مفید شد و لذت بخش در واقع حضور تو بود و اومدن تو بود و اینکه داشتی یه کار واقعی رو نشون میدادی از خودت یعنی پرزنت میکردی خودت رو. حالا اینکه افراد ترانه ادامه بده منم نظرم همینه. ما موافقیم که ادامه بده. بله ادامه بده میشه ادامه بدی خیلی لذت بردیم. ترانه شعرتو بخونیم. خب کسی مشکل داره خودش بره بیرون تو بمون. خب شعرتو بخون. آسمان آبی و مه آلو بود پشت چشمان ترم ماهی بود آسمان ببار بر این دل که دل هم تشنه آن باره هست سفتید. مرسی باری کرد. مرسی ممنون. مرسی خانم دکتر بچه گیر از همگی زحمت بکشید مایکتون رو ببندید. همگی مایک رو ببندید. خانم دکتر خیلی متشکرم. زمانمون تموم شده. ممنون میشم که از این ساعت خدافظ شما خیلی خوش اومدید. ممنونم بابت راهنماییاتون. خدافظ. مرسی متشکرم. خدافظ. دوستانی که کلی که اینجا هستن من معذرت میخوام. یه کار تبلیغی بوده احتمالاً برای اینستاگرام. این تعدادی که اینجا هستن همگی متوجه شدیم تخصصی نداشت. از کیم تعطیل میکردیم ترانه جان نری این استاشا اینو نبره این استاگرامت ازت استفاده کن لایف بذاره. ترانه نگاه کن چی میگه الان بیا بالا تو برای ما شعر بخون. دیر متوجه شدیم دوستان. نه همون مطابق ببین ما که
بچه ماتور باز نکنید. یه لحظه اجازه بدید. اتفاقا ایشون دقیقاً داشت دایی منو نتونست جواب بده. خانم عزیز من خودم رشتم روانشناسی. ایشون یه لحظه من اصلا جزء گروهتون نیستم. یه لحظه ببخشید. اتفاقا اعتماد به نفس و حسی که به ترانه داد انقدر حس قشنگی بود که من به عنوان یه بیننده واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. و اینکه شما بگید در تخصص ایشون نیست، اینجا قرار نبود تخصصی باشه، اینجا قرار بود ترانه در مورد خودش حرف بزنه، ایشون هم بشنوه. من دیگه حرفی ندارم، من میرم. ولی من واقعا خیلی خوشم اومد از صحبت‌های خانم زیبا و مرسی از ترانه که شعرشو برای ما خوند. شما چون ایشون دعوتتون دادن باید تبلیغشو بکنید. مرسی که اینجا حضور داشتین. حضرت شما من بعدم میاد کسی به همگروی من توهین کنه. اجازه بدین کسی مایکشو باز نکنه. بچه‌ها همه مایک‌ها رو ببندید. دوست دارم یه نفر اینجا به شعور این همه آدم توهین کنه بیاد بره بالا صحبت کردن بلد نیست، بعد میخواد درمان کنه. کسی که میگم گفتار درمانی میکنیم، مایکاتو ببن بابا اولا ببن. امین شیرازی هر کسی که این خانم دعوت کرده همه رو بلوک کن. دیگه به شعور آدم توهین نکن. این همه آدم به احترام تو اومدن اینجا وایسادن حرف میزنن با تو، مردم رو اسکل میکنید، واسه پیجتون تبلیغ میکنید که چی بهش بگید کلاهبرداری کنید، خجالت بکشید اینجا هم ولی کی این خانم دعوت کرده بود؟ همه کسایی که همه شیرازی ایشون مشخصه دیگه. ببین ما بچه که نیستیم دیگه، مجازی دیگه. حالا تو این یه سال فهمیم چی به چیه. زحمت بکشید همه کسایی که این خانم آورده با خودشون همه رو ریمو کنید، به این دلیل که ایشون فقط میخواست اینجا یه لایو بگیره بذاره تو اینستاگرامش بگه من اینقدر مثلا مراجعه دارم. دیدید که اصلا صحبت کردن کمترین راحت ترین سوال روانشناسی رو جواب نمیده. بعد باز دارم شما دعوت درمانی میکنید، ایشون که نخواست بیاد که قربان، شما دعوت کردین، گروه شما دعوت کرد. همون میخوام ببینیم، شما هم غریبه هستین. خواستم ببینه که اینجا همه خانواده ایم، کسی به یک نفر توهین بکنه حتی به در کوچکترین حالتش هممون حواسمون بهشون هست. اگر چیزی نگون به همونش به خاطر همون شخصی که دعوت کرده. ببخشید من غریبه نیستم، عقب بودم. شما یه خود شل کن بابا، خیلی جدی نگیر قضیه رو. زشت آخر، نه آخر توهین دارن میکنن. جناب فرهمند، جناب فرهمند عذر میخوام، دوستان عذر میخوام. جناب فرهمند حق دارن واقعا، هم وقتی همه دوستان رو گرفتن این عزیز بزرگوار هیچ کم هیچ نتیجه‌ای در رابطه با چیزی که سوال کردن دقیقاً اصلا مشخص نبود تخصصشون چیه. من 20 دقیقه دقیقاً وایسادم، دوستانم اومدن سوال پرسیدن، اون من باش برخورد کردم ایشونو، اصلا من خودم خیلی خشم فرمود، واقعا خشمندگی کردم. یه چیز فرمی رو نتونستن شرح بده. یه لحظه آقای احسان، آقای مهدی، این سوالی که من پرسیدم یه سوال خیلی ساده و پیش پا افتاده، خیلی پیچونده. خانم مثلا من متوجه شدم هم سوال شما رو هم سوال آقای فرهمند رو، کارشناسی من اینو خوندم، ایشون کارشناسی رو نتونست جواب بده. بعد چجوری توقع داشتین در دکترا بتونه صحبت کنه؟ ایشون ادب نداشت جواب سلام منو بده، برمیگرده میگه سلام ندین. من با کمال میل جواب شما رو میدم. به اصطلاح دکتر تشریف آوردن اینجا ترانه خانم رو بخوام مثلا میتونم یه لحظه اجازه بدید؟ اینجوری نمیفهمیم بچه‌ها، اصلا نمیفهمیم که کی داره حرف میزنه. از همون بالا همه مایک‌ها رو بی‌زحمت ببندید، این اتفاق رو هم فراموش کنید، فقط درس گرفتیم دیگه. هر کسی رو دعوت ندیم. ببینید این همه آدم اومدن اینجا، دارم باز غیر مستقیم بهش میگم عزیزم من آدم روکم یه چیزی که آقا بفهم که ما فهمیدیم، حداقل خودت برو. باز پرو وایساده. حالا سوال جان بیا بالا صحبت کن، بعد آیسان همینجوری به ترتیب مایکتون رو باز کن. بله خیلی ممنونم. ببینید دوستان من یه سوالی رو از مهمون قبلی میپرسم، این خدا کنه اینکه این سوال این احمد یکی از دوستان ببخشید آقای سهیل بذارید من توضیحو بدم. آقای سهیل ببخشید بذارید من توضیحو بدم. یکی از دوستان ایشونو معرفی کرده بودن، دعوت دادن و گفتن که ایشون دکتر تخصص داره. شهلا هم با ایشون صحبت نکرده بود، بنابراین اینو ایشونو گفتیم که اشکالی نداره بیان. نمیدونستیم که اینطوریه و شهلا هم صحبت نکرده به بعد هرکس هر مهمونی دعوت کرد تعریف کرد و ما به اون یک دوستمون یعنی اعتماد کردیم.
از این به بعد هر کس دعوت بری حتما خب آقای فرهاد بله بگید بدام بدید دامت خود مسئله بگیونم توی هم فکری بگید خیلی بهتره تو مایک عمومی بله. هر چیزی رو اینجا نباید بگید به نظرم اگه صحبتی دارید توی همفکری می نویسید اونجا روش بحث میشه درسته الان مهمون دعوت شده مالک محترم سنجاق کرده من فهم و حالا چه تخصص کردی. چه غیر تخصص یه لحظه مهمونم آره چه تخصص چه غیر تخصص حالا هر چیزی وقتی که مالک دعوت میکنه و دوستان دعوت میکنه حداقلش اینه که ما درسته بنده خود تخصص اصلا نداشت صفر اصلا من نمیگم تخصص داشت حداقلش اینه که درست در برخورد میکردیم اون بده ما بد نباشیم طرف زد تو گوشی شما نباید برگری بزنه تو گوشش ما فرقی پس با اون نداریم خب با این رفتاری که ما داشتیم من صحبتمو کامل کنم خواستم بگم که با اینکه ما خودمونم اولش متوجه شدیم ولی خب به هر حال مهمان ما بودن باید یک رو به دیگه تعامل می‌کردیم تایم تموم بشه ما دوستان اینجا همدیگه رو می‌شناسیم دیگه تایم که تموم می‌شد میرفت میگن حسن هر حرفی از هر کسی میشنوی شنونده باید عاقل باشه همه دوستان متوجه شدن ولی خب به نظر من رسم مهمانم میخوام ببخشید میونه کلامتون وقتی دارن میان اینجا یه کلیپی درست بکنن تو این استاشون تبلیغ بکنن برای چی باید بهشون اجازه بدیم 10 دقیقه رو 20 دقیقه بهشون زمان دادیم وقتی میان دارن بهشون میگن شما خودش میگه من دکترا ندارم چند سال پیش الان میگه یه مطلب رو توضیح بده میگه یه نفر بیاد عوار رزشو بگه من بگم خب میان کلام ترانه رو بالا اینجا برای اینکه لایف بگیرن آقا زشته من دوستشونم نمیتونم خب تحمل کنم ایشون نمیتونن یه لحظه بچه ها ایشون نمیتونن ضبط کنن آقای سعید مگه ایشون میتونن ضبط کنن ایشون ادمین نبودن که دست خودمونه خب ضبط دست خودمونه و صوتی ضبط میکنه تصویری ضبط نمیشه دومی که توضیح بدم چطوری دارن ضبط میکنن که بشه اگه بخواید اونم براتون توضیح اصلا اگه کسی نخواد بیاد بالا اگه کسی رو مجبور کردن کسی نخواد سوال کنه مگه کسی رو مجبور کردن اینجا گفتم بیاد سوال بپرس خودش اومده بالا دوست داشتی صوتی میپرسی دوست هم نداشتی نمیپرسی وقتی یه مهمون دعوت میشه حداقلش اینه که احترام نگه دارید حداقل احترام ما رو نگه دارید حالا اصلا مهمون به درک حداقل احترام رو نگه دارید هر کسی برای خودش بیاد روی مایک و صحبت میکنه دوستان اجازه بدین آقای شیرازی وقتی اصرار میکنه وقتی ادعای تخصص میکنه شنونده و این اعضا به عنوان اینکه بتونن یه کمکی بگیرن ازش میرن بالا وقتی خب معلوم میشه که شگردش چیه فلان چرا باید اجازه داد و شما که میگین احترام من از اون اول بحثش بودم به همه اونایی که باهاش صحبت کردن یک جوری صحبت کرد یعنی بی احترامی کرد خب بی احترامی تا چه حد میخواد باشه عباس آقا ما نگاه ما غیر از این بازم داشتیم اینجا آدمایی رو داشتیم اومدن در حدی نبودن که صحبت میکردن در حدی نبودن که گفتن خب نهایت آخرش اینه که رفته ایشون اومد نهایتا یک ساعت بود بعد از یک ساعت میرفت و ما دیگه دعوتش نمیدادیم بیاد نمیگفتیم بیاد ما همه ما متوجه شدیم ما که اینجا بالا وایسادیم هیچ کس حالو نیست درسته سعیدم بعد برخورد نکرد سعیدم آخرش برگشت خیلی محترمانه گفت خانم تایم شما تموم شد چیز بی ادبی نگفت بهش میگه بی احترامی کرد سعید بهش بی احترامی نکرد بس اون نیست همگی رو گوش کنید فقط دلیلشو بهتون بگم ببینید دوستان یه لحظه ببر من دعوت کردم شما مگه اسم گروه بده هم فکری اگر میتونم من یه چیزی بگم دوستان یه لحظه ببخشید ایشون رو من دعوت کرده بودم وحید که خب